رژیم بحران زده ولایت فقیه درمانده در برابر موج اعتراضات مردمی و خطر قیام و فوران نارضایتی های اجتماعی تنها راه را در تشدید و گسترش اقدامات سرکوبگرانه و مقابله با ارتباطات قیام آفرینان میابد. گزارش ها حاکی از تلاش و تغلای رژیم برای سانسور و فیلترینگ اینترنتی و بستن شبکه های اجتماعی است. گزارشی داریم در همین رابطه یک عضو مجلس رژیم اعتراف کرد پس از قیام سراسری دیماه فیلترینگ تلگرام به تصویب شورای عالی فضای مجازی رژیم رسیده و این تصمیم در شرف تحقق است و قرار است پیام رسانهای داخلی که توسط نهادها را اندازی می شود جای آن را بگیرد. رسانهای حکومتی گزارش دادند حمیده زرابادی در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر احتمال اعمال محدودیت هایی برای تلگرام در سال آینده اعلام کرد بنابر اطلاعات موثقی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارم فیلترینگ دائم تلگرام در سال آینده به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و این اظهارات به نوعی زمین سازی برای انجام این تصمیم در افکار عمومی است این عضو مجلس رژیم گفت در پی مشکلاتی که در جریان اعتراض دیماه سال جاری داشتیم مسئولان تصمیم گرفتن تلگرام را به طور دائم فیلتر کنند. وی با اشاره به مخالفت لفظی دولت آخون روحانی با فیلترینگ گفت انتظار این است که دولت بیا وزارت ارتباطات اگر مخالف این تصمیم است حداقل موضع خود را با شفافیت به مردم اطلاع دهد و بگوید که چنین اتفاقی با وجود مخالفت دولت در شرف تحقق است. نتیجه برخورد جدی نیروی انتظامی با ماهواره گسترش استفاده از ماهواره بود. خریداری تجهیزات پیامرسان های داخلی به طور کامل در انحصار دو شرکت وابسته به حاکمیت است و تا زمانی که این وضعیت حاکم باشد، کاربران نمی توانند به پیامرسان های داخلی اطمینان و اعتماد کنند. زرابادی گفت با وجود برخورد جدی انتظامی با ماهواره در عمل شاهد استفاده گسترده شهروندان از این تکنولوژی ها بودیم این رویه قطعا در مورد تکنولوژی های همچون تلگرام نیز تکرار خواهد شد در همین رابطه خبرگزاری حکومتی انتخاب گزارش داد خرم دبیر ارگان موسوم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت در آستانه سال 97 اتفاق نظر بینظیری بین مسئولین برای قطع تسلط و نفوذ دشمن بر فضای مجازی کشور ایجاد شده است و به زودی شاهد تحول عظیمی در خصوص نجات فضای مجازی از سلطه و نفوذ برخی از شبکه اجتماعی بیگانه و مهاجرت مردم از شبکه خارجی به شبکه داخلی خواهیم بود.